مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر یکی از محدود روزنامه نگاران ایرانی قبل از انقلاب است که در دوران تبعید بعد از انقلاب سال 57 مثل بسیاری دیگر منفعل نشد و یا فعالیت حرفه‌ایش را به نشریات فارسی زبان و اغلب کم عمر در خارج از کشور محدود نکرد او که در ایران در سی سالگی سردبیری یکی از مهمترین روزنامه های ایران شد در چهر سال زندگی طبیعیش هم یکی از پرکارترین روزنامه نگاران ایرانی در مطبوعات بلومرلی بوده است امیر تاهیری در رسانه های معتبر بینالمللی چهره شناخته شده است چه به لحاظ مقاله هایش در خصوص مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه و چه به عنوان تحلیلگر در رادیو تلویزیون های بینالمللی ولی او تا چه حد به معیارهای شناخته شده روزنامه‌نگاری پایبند بوده است و نظرش در خصوص روزنامه‌نگاری در این دوران انقلاب ارتباطات چیست آقای امیر جاهیری به برنامه به بر دیگر خوش آمدید خیلی خوش وقت آقای تایری تو که در مقدمه گفتم شما از معدود روزنامه نگاران ایرانی هستید که در خارج از کشور یا به قول خودتون در تبعید حتی پرکارتر از زمانی که در ایران بودید هستید تا حدودی میشه که برای بیش بسیاری از روزنامه ها، مجله ها و مطبوعات برمللی مطلب می بعضی عضو سردبیره بعضی از این نشریات بودید یا شاید هم هنوز هستید و به هر حال چیه علت این موفقیت شما در که شما رو متمایز میکنه از بسیاری از روزنامه‌نگار دیگر ایرانی که اونها هم شما به خارج ما در تبی بودن ولی فعال نیستند؟ بله من امتیاز خاصی ندارم به جز مسئله زبان میدونین روزنامه‌نگاران خیلی خوب ایرانی هستن ولی چون زبون خارجی نمیدونن نمیتونن در روزنامه خارجی کار بکنن مثلا موقعی که من اومدم به پاریس بعد از تبیید خب دکتر سمسار اونجا بود که سردبیر کیهان بود پیش از من آقای احرار بود که سرمقال نویس برجسی روزنامه اطلاعات بودش خیلی دیگه ولی خب بایستی اینا به زبون فارسی کار میکردن به همین جد بود که مثلا من کمک کردم که کیهان فارسی لندن را بیفته که اونایی که نمیتونن به زبان خارج کار بکنن به فارسی بنویسن ولی شانس من این بود که میتونستم هم به انگلیسی میسم هم به فرانسه در چه موقعی که اومدم به پاریس بعد از یه مدت کوتاهی شروع کردم به نوشتن برای اینترنشنال هر تریبیون یعنی امتیاز خاصی نداشتم دلیل اولش این بود دلیل دومش این بود که ایران سوژه روس شده بود یعنی موقع با گروگانگیری و بعدم با جنگ ایران و عراق و تمام داستانایی که میدونین داغترین سوژه بود که هنوز هم هست و در این حال کسانی که بتونن راجب ایران بنویسند با یه صلاحیت قابل قبولی خیلی کم بودن الان خوشبختانه زیادن مثلا موقعی که من می نوشتم هیچ روزنامه نگار ایرانی یا غیر ایرانی نبود که میتونست با صلاحیت راجب ایران بنویسه ولی الان ما 400-500 تا روزنامه نگار ایرانی داریم خیلی هاشون هم بهتر از من از ژاپن گرفته تا نمیدونم کانادا اینا هستن یعنی یه تقارن سعدینی بود به قول معروف که بهم ام امکان داد که بتونم به کارم ادامه بدم و از روزنامه نگاری نیام بیرون آها. شما البته روزنامه نگاری رو از نوجوانی شروع کردید و و اولین کارتون در کدام مجله بود؟ چون میدونم که بیشتر کار شما در دوره جوانی و نوجوانی در مجلات بود و بیشتر در مجلات می‌نوشتید و کارتون شروع کردید بات. اولین کارتون چی بود که برحال فکر کردید که الان مسیر زندگیتون دیگه از این به بعد بایستی این باشید؟ اولین مجله که در وردی مجله سپیده هدف بود که مال دبیرستانم بود و من سردبیرش بودم امه. بعد دیدم که عجب کار جالبی یعنی فکر کردم جالب ترین کار ممکن روزنامه نگاریه برای که فوری نتیجه کارتون رو میبینین و مورد قضاوت قرار میگیرین ولی بعدا خب شروع کردم به کار برای روزنامه برای مجلات دیگه بردن و الان تعجب میکنم که چطور میدونم موقع مثلا من پونزه سالم بود وقتی شروع کردم چطور اینا به من اعتباد میکنند؟ مثلا دوامی پوشش خبری مرگ نیمایوشیج به من داد که روی جلد مجله بود یا مرگ قمرال ملوک وزیری یا مصاحبه مس... با خطرناکترین دوست ایران یا مثلا شاملو که خود شاعر بزرگی بود چه دو مثلا اعتقاد میکنه که یه بچه چارده پونزده ساله اصلا به ادیت سیتویل شاعر انگلیسی برایش یه چیز بنویسه من اگه بودم نمیکردم این کارو ولی اینا واقعا یه سعه صدری داشتن یا شاید چون قهط و رجال بود شاید چون اون موقع بازار روزنامه نگاری به خوبی امروز نبود یعنی روزنامه نگارهای زیادی در حال درک استعداد شما هم دخیل بوده در این یعنی شدن در استعداد البته آله. مهمه در هر کاری ولی آله. امکان دادن هم خیلی مهمه دقیقا. یعنی خیلی دقیقا. چیز فوق ای که من به یاد میارم اینه که چطور در ایران واقعا اجازه میدادن شما خودتون رو نشون بدین هیچ که نمیزد تو سرتون امه. حالا کارتون در محصه کیهان با کیهان انترنشنال شروع کرد و اون زمانی بود که شما به خارج اومده بودین تحصیل کرده بودین و برگشته با... بودین به ایران و کارتون با کیهان انترنشنال شروع کردید چطور جلب کیهان انترنشنال شدید اون موقع؟ دلیلش این بود که من موقعی که برگشتم یه مدتی فکر کردم که برم به وزارت خارجه و رفتم یه امتحانی دادم و بعد مصاحبه ای انجام دادم اینا ولی چون یه قانونی گذرونده بودن یکی دو سال قبل که اگر همسرتون خارجیه نمیتونین به وزارت خارجه بپیش ولی منم همسرم خارجی بود یعنی فرانسوی بود در چه مرحوم زلی که با مصاحبه کرده بود از وزارت خارجه گفت راه حلش اینه که خانمتو طلاق بدی بعد دوباره باش ازدواج کن بعد که آیت بعد اصلا همچی کاری خلاصی میگشتم که چیکار کنم چیکار نکنم ناصر خدایار که سردبیر تهران بود گفت من میتونم چون از قبل میشتختارش از زمان امید ایران میتونم استخدامت کنم ولی نمیتونم به حقوقی بدم که زندگی بکنی نه بیا برو تو کهان اینترنشنال کار بکن بچه من معرفی کرد به دکتر مسوازاده و اون موقع سردبیر که آن اینترنشنال آقای زرنگار در تبعید بود در ژاپن نمیدونم یه چیزی چاپ کرده بود دولت خوشش نمیده بود فرستاده بودنش به یه ما تبعید در چه به من گفتن که ما فعلا موقتا میذاریم اینجا کار کنیم ولی اگه زرنگار اومد اون تصمیم میگیری در چه من شروع کردم به کار رو که بی پول نمونم بعد زرنگار برگشت و دیگه به قول انگلیس بقیهش تاریخه آها. حالا بعدش یعنی در واقع شد این سردبیری در سال 1351 سردبیر خود روزنامه ای کیهان این سمت رو کی تعیین می‌کردن سردبیر خود آقای زاده؟ بله ولی قبل از اونم میدونیم من با کیهان فارسی همکاری میکردم چون تمام مصاحبه ها و گزارش های بزرگ رو ترجمه میکردیم و وقتی هم که دکتر سمسار سردبیر نبود مثلا میرفت یه چند ماهی به فرانسه رفته بود برای ادامه تحصیلات روزنامه نگاری اینا من توی اون هیئت به صلاح سردبیری بهشون کمک یعنی تنها شخص خارج از کادر کیهان فارسی بودم که باشون همکاری داشتم تعیین کننده سردبیر خب البته دکتر مسوازاده بود به صلاح سردبیر من قبل از یه سال قبل از این کار این از من خواست که بهترین دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات رو که آن درست کرده بود اینا رو بفرسه من به اینا تعلیم بدم کار خبرنگاری و فلان اینا یه عده جواب من که چه برنامه ای برای این کار داره در چه خوب من با اینا کار میکردم بهشون ماموریت میدادم کار بهشون یاد میدادم و اینا بعد یه بعد یه سال بعدی جد کنم اومد به گفت که من میخوام رو بذارم به عنوان سردبیر کیهان و ولی حال تصمیم دکتر مصفازده بودش و واقعیت اینه که من شخصا هیچ گونه علاقه به کار سردبیری نداشته و ندارم و نخواهم داشت برای اینکه لذت روزنامه نگاری در خبرنگاری <applause> نه اینکه اینجا بشینین کی میخواد بره تعطیلات کی رفته با کی دعوا کرده ببینین چیزای <applause> اداری اینا بعد دعوا با وزارت اطلاعات با سواک با نمیدونم وزارت خارجه با خود مردم من میخواستم که ها بزرگتر بشه که شد میدونی یعنی تیراژ که ها چهار برابر شد در اون مدت البته به خاطر نبوغ هم نبود چون مملکت شلوغ شده و اینا درست اتفاقا میخواستم به همین مسئله بود. بپردازم بله. این درست سردبیدی شما برای کیهان مصادف بود با یه سری تحولات داخل سیاسی در داخل کشور و از جمله و مهمتر از همه شاید شروع یک جنگ مسلحانه در داخل ایران بله. به وسیله چریکها بله. و اون زمان مثلا در داخل خود کیهان بین نویسنده های کیهان بین خبرنگاراش چه خبر بود در واقع با توجه به حرکت هایی که در ایران شروع شده بود حالا به غیر از فرض کن تیترهای بزرگی که زده می در کیهان و روزنامه های دیگه که ما امروز این تعداد تروریست رو کشتیم یا این تعداد رو دستگیر کردیم یا تیرباران کردیم یا هر چیز دیگه واکنش به این خبرها در داخل کیهان چی بود؟ ببینید کیهان مثل هر جامعه به روشنفکری در هر کشور دیگه ای و به خصوص در کشورهایی مثل ایران که بینید در ایران در اون موقع یه چیزی بود که آمریکای جنوبی بهش میگن دیکتا بلاندا یعنی دیکتاتوری شل یعنی هم دیکتاتوری هستش <applause> ولی یه فضاهایی هم برای فعالیت امکان امکانش هست ولی در این حال اون آزادی هم که روزنامه نگار میخواد نیست یعنی یه حالت بین, بین بودش همه. که یه هم منعکس کننده این بود مثلا بسیاری از ما سد و تا عضو یعیت داشتیم در مرکز در همه. تهران البته چه 500 پون خبرنگار و خبرنگار موسمی اینا در که شهرستان ها و اینا داشتیم در این هیئت در که تهران ما اعضای های فدای خلق داشتیم طرفداران جبهه ملی داشتیم یه عضو کمیته مرکزی حزب توده داشتیم بله خب اینا مخفی بودن نمیدونستین شما اینا بعدا معلوم شد که اینا نه ولی همون همون که ارتباطات تشکیلاتیش رو ولی من میدونستم اینا همه کمونیست و چپ هستن افکارشون از خود دلوقتي. من میومدن سوال میکردن چون من زبون میدونستم اونا م. نمیدونستن میگفتم مثلا اگه انگلز مثلا دست خانو... کتاب خانواده مقدس دست هایلی که مثلا منظور چی هست میگم می این گرفتاری اینه که سیاه و سفید نبود با دیکتاتوری سیاه و سفید راحت شاید بشه کار کرد من میدونستم که مثلا یکی از معاونانم آقای حاطفی خب ای بود کمونیست بود مارکسیس لینیست بودش یکی دیگهشون آقای سقفی خیلی مذهبی بود فامیل اصلا آقای خمینی بودش اه. از طریق نمیدونم خانم آقای خمینی اینا بعد افرادی داشتیم که با چریک های فدایی خلق داشتن ساواکی میگرفتشون به خاطر اه. چریک بودنشون اه. من مثلا تنها موقعی که من رفتم به ساواک سه بار <applause> برای برای کار یکی از خبرنگاران بود آقای مجتبا راجی که الان زنده است در آلمان <applause> من خیلی هم بهش علاقه من بودم ولی ایشون جزه نیدم چریکا بود یا طوفان یکی از همین گروه های فران. یعنی <applause> اینطوری نبود که مخفی باشه بعدا به هر حال آدم وقتی با یکی صحبت میکنه خیلی زود میفهمه که این عقایدش <applause> چیه ولی مسئله اصلی این بود که هیچ کدوم سعی نمیکردن سو استفاده بکنن برای تبلیغ افکارشون به طریق موزیانه اها. خیلی خیلی مهم بود یعنی همه افراد حرفه‌ای باقی موندن و این یعنی بیشتر به کار حرفه ای روزنامه‌نگاری متعهد بودند تا به مرام سیاسی بله بل. البته میدونی یکی دوتا عضو کادر ساواک هم داشتیم که بعدا البته فهمیدیم وقتی لیست اون 8000 نفر در اومد احا. که حتما گزارش میدادن به ساواک ولی احا. هیچ کدوم شرافتمندانه میتونم بگم سعی نمیکردن که کلک بزنن تا چه اندازه به هر حال پرداختن به مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی آسون یا مشکل بود در کیهان به نظر من هم آسون بود هم مشکل ما ایرانی متخصص اختراع سیستم های عجیب غریبی هستیم سیستمی که ما داشتیم این بود که روزنامه خصوصی مال دولت نیست بنابراین باید پول خودش رو در بیاره مثلا من صبح که می اومدم سر کار گزارش تیراژ روز قبل که میذاشتن یا لبلوچم میافتاد یا خیلی خوشحال میشدم میدونید چون میتونستم پاداش بدم اگه فروش زیاد شده و میتونم جس بگیرم فلان و بعدم میدونستم که واقعا موفق شدم یعنی ولی با روزنامه که مال دولته و کنترل نمی اینو هیچ وقت نمیشه فهمید در این حال کسی هم بهتون نمیگفت که چه کارایی رو میشه کرد چه کارایی نمیشه کرد اه. یعنی هر روز صبح یکی از مدیر کلای وزارت اطلاعات تلفن میکرد می گفت به سردبیر های مختلف البته موقعی که من سردبیر شدم دیگه گفتم اینا با یکی از منشیامون صحبت کنن نه با من می گفت که مسائل برا حساس برای ما امروز اینان آها. حساس حالا خودت دیگه حس بزن که یعنی این یک به اصطلاح شیوه عام بود در مطبوعات ایران یا اینکه مثلا فرض کن ممکنه خب خیالشون از بابت شما راحت بوده شما رو میشناختن با نخستادی دوست بودین و برا به شما امتیازاتی میدادن نه ولی ببینین یک خط فرماندهی و تصمیم گیری مشخصی وجود نداشت و خیلی هم بلوف می زدن می مثلا من بعد از یه مدتی گرامر این سیستم دست هم اومد و این خیلی بهم کمک کرد به این معنی که متوجه شدم که خیلی هم مثلا تلفن می به شما میگن که می ما فعل مجهول زیاد بگم میگن فرمودن معلوم نیست کی فرموده همین الان هم دارن این کارو میکنن فرمودن که این مسئله رو فعلا بذارین کنار ام. من بعد از یه مدتی متوجه شدم که منم میتونم می بگم که فرمودن نه نذارین کنار میدید هیچ هم نمیتونست برید چک بکنه اینا ولی من منظورم اینه که مثلا فرض کن در اون سال میشد فرض کن راجع به فرض کن خرید خریدهای بیرویه تسلیحاتی یا اینایی که مثلا خود شاه هم ازش کمیشن میگرفت صحبت کرد یا مثلا فرض کن راجع به قانون اساسی و پایبندی به قانون اساسی در روزنامه ها نوشت یا انتقاد کرد راجع به مسائل در موزه مسئله تسلیحاتی اینا نه برای اینکه اولا ما کسایی که وارد موضوع باشن نداشتیم یعنی میدون یکی از گرفتاری های مطبوعات ایران هنوز هم مثلا ما یه, مدتی بزرگترین صادر کننده نفت دنیا بودیم ولی هیچ خبرنگار نفتی نداشتیم تا بالاخره کیهان آقای خیرخار رو علی اکبر رو تربیت کرد و ایشون شد یکی ای از بهترین یعنی اگر داشتی دقای تایدی <تص میشد نوشت راجب این مسائل؟ یعنی ما, ما خوب در همون زمان ما میدونیم حالا ممکنی در مورد کیهان یه سری فضای نسبتاً باستری داشتیم، ولی ما وضعیت سانسور وضعیت کتاب افرادی بودن که اسم، اسمشون اصلا ممنوع اسم ممنوع قلم بودن در داخل ایران نمیدونستن چیز بنویشن به اسم خودشون خیلی از نویسنده اون زمان داشتن با اسمای مستعار و جعلی و حتی اسمای خارجی مطلب منتشر میکردن لغاتی بود که اینها مثلا در شعرهای شاعرها اینا رو خط میزدن میگفتن که چاپ نمیکنیم کتابتون اگر این مثلا سرخ مثلا نمیدونم انواع اقسام چیزایی که تداعی نوع انقلابی بکنه همه اینا بود یعنی در یک همچین فضا و جامعه ای بود یعنی اگر هم شما آدم های متخصصی در زمینه نفت و تسلیحات و انواع این چیزهای دیگه داشتید آیا میتونستم بنویسن؟ ببین این یه چیز فرضیه من نمیزم میتونستم بنویسن من دارم, دارم که میشناختین شما بله فضا رو ولی ببینین خیلی برای من آسونه که بگم الان بیام, بیام بگم که بله آقا تقصیر رژیم بود و فلان الان هم همین کارو میشه کرد تو هر سیستم میشه این ولی اون وقت مسئولیت خودم و به عنوان یه انسان و یه روزنامه نگار نف کردم یعنی میدونید من میتونستم ده. همیشه بگم آقا بعد نمیخوام تو این سیستم روزنامه نگاری بکنم ولی میخوام بگم که ما در درجه اول اطلاعات کافی نداشتیم راجع به مسائل نظامی و تسلیحاتی ما اصلا خبرنگار دفاعی نداشتیم داشتیم تربیت میگم مثلا ما آقای احمد بگیر رو فرستاده بودیم به خارج چون که خیلی میفرستاد به خارج که درست در همین زمینه یاد بگیره و بیاد بشه خبرنگار نظامی و دفاعی ما اون وقت در اون صورت من حتما سعی میکردم که بنویسم خب میتونستم بعدا جلو بگیرن میتونستم بندازنم زندان میتونستم بندازنم بیرون <تصفح> یا هر اتفاق دیگه ای. ولی وقتی خودم این کار نکردم نمیتونم بگم تقصیر رژیم بود <تصفح> <تصفح> و چون این کار نکردم برای اینکه آمادگیش نداشتم امکانش نداشتم اون جایی که آمادگی و امکانش رو داشتم و خبرنگارایی که خوبی داشتیم تا اونجا که میتونستیم پوشش میدادیم اوه. یعنی من میخوام یه پینک پونگی نشه که بگیم ما همه نابغه بودیم و روزنامه نگاه رو بودیم انقلابی و خیلی مترقی و فلان اینا بعد یه عده نشسته بخون می‌خواد گوش نکنیم بشون مثلا نامه علی آقای خمینی رو خب هم برای اعتراض بزن هم برای من منم چابش نکردم <تصحیح> کسی هم کاریم نکرد <تصحیح> میدون یعنی اگر هم کاری می‌کردم مهم نبود می‌دین تصمیم خود من بودش وضع امروز روزنامه‌نگاری ایران رو چطور می‌بینید الان من خیلی خوشبین هستم برای اینکه اولا روزا نگارای کنونی ایران من خوش شخصا نمیشن ولی کاراشون رو خوب میخونم اولا فارسیشون بهتره این خیلی خیلی چیز مهمیه برای که من همیشه در ایران میگفتم که شما قبل از اینکه بگین شاه دیکتاتور نمیذاره ما بنویسیم از خودتون سوال کنید آیا شاه گفته فارسی بعد بنویسی نگفته خب فارسی رو خوب بنویس الان از این نظر بدون تردید روزنامه نگاری ما بهترن از نظر دیگه هم از یه جهت دیگه هم اینه که چون فضای سیاسی بحثه است فضای سیاسی واقعی رفتن توی روزنامه نگاری های در رشته های دیگه مثلا مسائل فرهنگی اقتصادی مسائل علمی فوق لادن. خیلی خوبن یه نکته سوم اینه که تعداد زنا زیاد شده زنا به نظر من میدونیم مثلا هم موقعی که من اومدم تو که ها یه دونه خبرنگار زن داشته خانم عرکس اوونسیان و قبل از اون چند تا خانم پیشکسوت بودن مثلا منصوره پیرنیا بود، هما سرشار بود ماندانا زند کریمی بود که تو روزنامه مختلف مجلات مختلف کنم ولی زنها نقش مهمی نداشتن الان نقش خیلی مهمی داره که تو ایران هست بسیار خوب آقای تایری وقتمون تقریبا تموم داره میشه شما بله البته یکی دو تا سوال من دارم که حتما این سوال رو باید از شما بکنم ده. شما با این سابقه طولانی در روزنامه نگاری و کارهای بسیاری که کردی چه در عرصه روزنامه‌نگاری ایران و چه در خارج از ایران در عرصه المللی کتاب‌های متعدد نوشتید ولی گاهی ما در روزنامه‌گاری شما لغزش هایی می‌بینیم که به نظر خیلی عجیب میاد <applause> مثلا فرض کن شما در سال 2005 در نیویورک پست نوشتید که جواد ظریف جزء آدمهایی از این دانشگاه خط بودند بودن که از دیوار سفارت بالا رفتن و گروگانگیری کردند در حالی که جواد ظریف در اون موقع در دانشگاه سان فرانسیسکو بود و کار به جایی رسید که یکی از استادان اونجا بایسی برای روزنامه نیویورک پست می که بابا این بابا شاگرد من بوده بود اونجا در اونجا بوده یعنی معیار و منابع شما چی بود که اینو نوشت ببینید آد... آدم به در دو... چهل سال روزنامه نگاریش ممکنه اشتباه هم بکنه میده من که خدا نیستم اون موقع به من گفته بودن که آقای ظریف در تعطیلات تابستونیش که از آمریکا اومده بود یه مدتی میدین خیلی ها میومدن مثلا یه هفته دو هفته در سفارت برای اینکه انقلابی بودن خودشونو نشون بدن به عنوان گارد اول میکردن منم هم می یه جمله فقط نوشتم که یه مقاله بود راجع به اینکه این, این گروگانگیرها کجا رفتن اوه. یه جمله اسم آقای ظریف رو هم گذاشته بودم بعد آقای ظریف خودش هیچ تماسی نگرفت ما براش پیام میفرستادیم که چون همین پروفسورش یه نامه نوشته بود که اینجا درس بخونده ولی اینجا درس بخونده تحصیق نمیکنه که ایشون در تعطیلات تابستون که تهران میرفته چی کار میکرده من اونجا پیشنهاد کردم که آقای ظریف بنویسی که نه من تو جز گروگانگیران نبودم هیچ وقتم نرفتم توی سفارت و اصلا با این کارم مخالفم ولی ایشون ننوشته ولی پروفسورش در نامه برای یه نیو نوشته بود دقیقا همون تاریخ گراگانگیری رو گفته بود که ایشون در اونجا بودن در دانشگاه بودن بله ولی در تعطیلات تابستون نه نه تعطیلات تابستون مهم نیست مهم بس. اینه که در اون تاریخ اونجا بوده اون تو... تاریخ نه اون... بود که نوشته بودم این اون روز اونجا بوده ولی بالاخره گفت این جز اوناست نه نه ولی به هر حال قبول میکنید که بیش از بیش از ببین بیش از هزار نفر امه. توی این جریان شرکت کردن مثلا آقای ابو طالبی بیچاره که مجبور نذاشتن بره نماینده جمهوری اسلامی بشه در سازمان ملل اینم درست مثل آقای ظریف اگه آقای ظریف رفته باشه واقعا اونجا اه. که هنوزم تکذیب نکرده خودش اه. آقای ابو طالبی هم یکی از تعطیلات تابسونی اونجا به عنوان مترجم رفته بوده اونجا اوه. یعنی خیلی ها اینطوری شرکت کرد من نگفتم اوه. که آقای ظریف جزء جز گروگانگیرای اولیه بوده اوه. ولی به هر حال مسئله مهمی نیست یعنی حالا حالا دید. یه دید. مسئله شاید یکی شاید از یک نظر مهمتر باشه برای اینکه اینها فرق شد که نشریاتی که شما برشون نوشته بودید یا اینا معذرت خواهی بکنن از خواننداشون مثلا فرض کن در سال 2006 شما مدعی شدید که مجلس ایران لایحه تصویب کرده که به موجب اون اقلیت های دینی بایسی با لباس های با رنگ خاص بپوشن که مردم بشناسن که این یهودیه این مسیحیه، این بهاییه، این چیه و این در حالی که همچین چیزی نبود بله ببینید این اصل مقاله من اونجا هستش اینجا گرفتاری این بود که مقالات من به طور سندیکایی فروش میرفت یعنی خیلی روزنامه‌های زیادی می‌خریدن یکی از روزنامه‌هایی که اینا خریده بود یه روزنامه کانادایی بود اسم نشنال پست اینو به عنوان خبر گرفتن از اول نوشتن یعنی یا آقای دیگه یا اسمش یا در میتونین پیدا بکنین مثل اینکه همچه اتفاق گفته در اون موقع قانون لباس و پوشاک اسلامی تصویب شده بود من نوشته بودم که حالا که این قانون تصویب شده اگه بخوان اجراش بکنم باید تعیین کنن کی مسلمونه کی مسلمون نیست و برای غیر مسلمونا بنابراین اگه بخوان نشون بعد این کارا رو انجام بده نه اینکه این کار شده و دارن انجام میدن. اینا گرفتن تبدیلش کردن به یه خبر که اصلا این کار شده و تا شد یک سر صدای عجیبی راه را افتاد و خلاصه خیلی شروع شد اون موقع از بدشانسی هم موقعی که این در اومد من توی هواپیما بودم داشتم میرفتم به واشنگتن برای ملاقاتی با پرزیدنت بوش بعد این ملاقات هم که شد مخالفان بوش هم ریختن که از این موضوع استفاده کنند ولی به اصل مقاله اونجا هستش میتونیم بخونیم نگفته که همچی کاری انجام شده بود داره میشه و فلان اینا ولی میدونید این مقررات لباس برای اقلیت های مذهبی زمان ناصر دینشا لغو شد من یعنی با لغو کردن زمه،, زمه, بودن و اینا و من اشترام که اگه بخوان این کارو بکنن یعنی تعیین بکنن کی لباس اسلامی داره کی نداره بعد این کارا رو انجام بدن بسیار خب آقای وقتی اون تموم شده فقط در یک جمله شما اگر بخواین که شما اولا فکر کنین که با تمام این اتفاقاتی که در عرصه ارتباطات مدرن افتاده و شکل و شمایل روزنامه نگاری و بسیاری از کارهای رسانه ای رو تحت تحصیل قرار داره عوض کرده شما فکر کنین الان با یک ای تعریف مجددی از کار روزنامه نگاری بشه؟ بدون تردید برای اینکه الان میدین دیگه واقعا به کار روزنامه نگاری یک کار توده ای شده یعنی صدها میلیون نفر دارن این کار را انجام میدن در سراسر دنیا ولی به نظر من باز این حرفه ام. حرفه مهمی است لازم است برای هر جامعه متمدنی برای که اطلاعات خام نمیتونه اون کاری را انجام بده که اطلاعات رسیدگی شده ارزیابی شده میتونه انجام یعنی ماهیت روزنامه‌نگاری سر جاش میمونه فقط شکلش, یعنی شکلش عوض میشه ولی ام. روزنامه‌نگاری نه تنها میمونه بلکه مهمتر هم میشه برای که اطلاعات مثل جریان خون در یه جامعه هستش و هرچی جریان خون آزادتر باشه اون جامعه تره خیلی متشکرم آقای امیر شرکتون در برنامه خیلی متشکرم خدا